سلام، من دکتر بوراک شیشمان، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی دانشکده آموزش حسن علی یوجل در دانشگاه استانبول جراح‌پاشا هستم. در فعالیت‌های آکادمیکم روی فناوری‌های آموزشی، رباتیک و استفاده از رباتیک در علوم آموزشی تمرکز کردم. بگذارید به طور خلاصه در مورد این گروه صحبت کنم. گروه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی دارای یک برنامه آموزشی 4 ساله است. دانشجویانی که از این گروه فارغ‌التحصیل می‌شوند به عنوان معلم کامپیوتر، نرم افزار، انفورماتیک و علوم کامپیوتر کار میکنند. علاوه بر این، آنها به عنوان متخصصانی آموزش میگیرند که ابزارهایی را برای یادگیری آسان طراحی، اجرا و تحلیل میکنند. علاوه بر دروس آموزشی که در کل دانشکده آموزش تدریس میشود، دروس زیادی نیز مختص گروه ما وجود دارد که یکی از دروس برنامه نویسی است. در برنامه نویسی دروس ما مطابق با همه سیستم عامل ها از جمله برنامه های دسکتاپ، وب و تلفن همراه ارائه می شود. جدا از آن ما در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی نیز دروسی ارائه می دیم. ما همچنین دروسی مانند عناصر مدار الکترونیکی، توصیه الگوریتم و طراحی گرافیک داریم. اینها همگی دروسی مهم برای تعلیم جوانان در قرن 21 است و در واقع معلمان را قادر می‌سازند تا در صنعت کار بیابند. استادان ما نیز در زمینه‌های خود متخصص هستند. بگذارید در مورد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هامون براتون صحبت کنم. در گروه ما دو آزمایشگاه کامپیوتر وجود دارد. ما همچنین یک آزمایشگاه رباتیک و بازی‌های هوش داریم. ویژگی این آزمایشگاه این است که اولین آزمایشگاه رباتیک است که در ترکیه در دانشکده‌های آموزشی تأسیس شده. اینجا دانشجویان ما فرصت برای پیشرفت در رباتیک و استفاده از رباتیک در آموزش می‌یابند. همچنین فرصت‌هایی را برای استفاده از بازی‌های هوش در آموزش فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، توسط دانشجویان ما در گروه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی، انجمن فناوری‌های اطلاعاتی تأسیس شده که فرصت‌هایی را برای اشتراک اطلاعات در اختیار دانشجویان قرار می‌ده. بگذارید کمی در مورد کارآموزی صحبت کنم. از اونجا که دانشجویان ما پس از فارغ‌التحصیلی حق تدریس دارند، پس از ورود به سال 4 مجبور به گذروندن دوره کارآموزی در مدارس هستند. اینجا وضعیت اونا توسط اعضای هیئت علمی ارزیابی میشه و دانشجویان میتونن در پایان دوره یک ساله معلم شن. بنابراین ما همچنین کارآموزی اجباری داریم. علاوه بر این، ما در سال 4 درس مدیریت پروژه نیز داریم. دانشجویان ما با پروژه هایی که در این دوره مدیریت پروژه آماده میکنند در مسابقه دانشجویان کارشناسی سازمان تحقیقات علمی و فنی ترکیه شرکت کرده و فرصت کسب تجربه در اونجا رو دارن. میخوام در مورد فعالیت‌های سازمان یافته توسط ما و دانشجویانمون صحبت کنم. دانشجویان گروه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی هر سال یک کنفرانس دانشجویی در ترکیه برگزار می‌کنن. در این کنگره دانشجویی دانشجویان میتونن هر سال دور هم جمع شده و در مورد مشکلات خود در مورد گروه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی صحبت کرده و در مورد آینده تبادل اطلاعات کنن. این فعالیت به طور کامل توسط دانشجویان سازمان یافته. اونا میتونن از تجربه معلمان یا متخصصان مختلف در زمینه حرفه‌ای استفاده کنن. علاوه بر این، اونا میتونن با دانشگاهیان دیدار کنن. این رویداد توسط دانشجویان برگزار میشه. سمپوزیوم دیگه‌ای وجود داره که توسط اعضای هیئت علمی در زمینه کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی هر سال به میزبانی یک دانشگاه برگزار میشه. در این همایش‌ها اکثر دانشگاهیان گرد هم میان و اطلاعات رو به اشتراک میذارن. البته دانشجویان کارشناسی ارشد دکترا در اینجا بیشتر شرکت میکنن. هم از نظر همکاری آکادمی محیطهای خوبی فراهم شده و هم بستر مساعدی برای شرکت کنندگان فراهم میشه تا بتونن خود رو ارتقا بدن.